محمد رضا مهدیار اسماعیلی مدیر عامل صندوق ملی مسکن از تهاتر 2 میلیارد دلاری نفت با مسکن با اجازه علی خامنه‌ای خبر داده. گفته در 1 ماه و نیم گذشته این اجازه صادر شده. ابراهیم رئیسی در مناظره‌های انتخاباتی خودش 3 سال پیش وعده داد سالی 1 میلیون مسکن و در پایان 4 سال 4 میلیون مسکن خواهد ساخت. با گذشت بیش از 3 سال از ریاست جمهوری او تا زمان مرگش از این وعده خبری نبود و حالا مدیر صندوق ملی مسکن گفته 2,700,000 تا مسکن ساخته شده، به زودی 700,000 مسکن برای تحویل آماده میشن. به گفته او قیمت تمام شده هر متر مربع از خانه هایی که قرار هست تکمیل و تحویل داده بشن حدود 8.5 تا 10 میلیون تومان هست. در ارتباط با تهاتر مسکن با نفت در این لحظه گفتگویی داریم با آقای علی رمضانیان، روزنامه‌نگار اقتصادی از هامبورگ آلمان. درود بر شما آقای رمضانیان. وقتی حرف از تهاتر مسکن با نفت میشه یعنی یا سپاه پاسداران یا چین، با توجه به اینکه از ابتدای سال 1400 حرف ورود چینی‌ها به بازار مسکن ایران بود و در سفر زاکانی به چین هم این موضوع باز مطرح شد، احتمال حضور چینی‌ها زیادتر هست. در مورد این تهاتر میشه برای ما بیشتر توضیح بدید؟ بله، من ابتدا اجازه بدید یه تصویری از وضعیت بازار مسکن و اجاره در ایران و علل خصوص تهران خدمتتون بدم، چون خب شهرداری تهران درگیر ماجراست. تورم مسکن، اجاره مسکن و خود مسکن در ماه اخیر حدود 50% در حالا چیزی که آماری که رسمی که اعلام میشه. از اون طرف هم هزینه خانواده ها، هر خانواده چیزی حدود 70-80% هزینهش بابت مسکن میره. خب اجاره هم نفسگیره و خیلی از شهروندان نمیتونن. ما مثلا توی تابستون میشنویم که خیلی ها پشت بام منازل رو اجاره میکنن و چادر میزنن، یا در زمستان موتورخانه ها رو یا گرمخانه ها رو اجاره میکنن تا در اون زندگی کنن، یا شنیدیم که خانواده هایی که حالا یه ذره مثلا بچه ای دارن و شرایط براشون سخت تره، اینها میان یک آپارتمان رو 3 یا 4 خانواده اجاره میکنن و با همدیگه زندگی میکنن. این و حتی یه فاجعه بارتر این که اخیراً گزارش شده که بسیار از جوانان به خاطر مسکن و از اینکه از پس اجاره مسکن بر نمیان از ایران مهاجرت میکنن، یعنی سرخوردگی، این هزینه های وحشتناکی که سبب ناامیدی از آینده میشه. این فضایی از بازار مسکن و اجاره در ایرانه و خب دولت هم مثلا برای اینکه بیاد این موضوع رو حل کنه گفته که من بیاید وام سنگین بدیم به جوونا، به خانواده ها، کسایی که تازه ازدواج میکنن. از اون طرف ماهی 10 میلیون قسط از اینا میگیره که در واقع هیچ کس توان پرداخت اینا نداره. خب حالا اینا برای اینکه از پس این مشکلات برنیامدن، اون طرف سراغ چین رفتن که بیاد مثلا براشون خونه بسازه، که خب حالا برای چین هم اگه بخوایم در نظر بگیریم چند تا عامل، یکی از این که مثلا اینا بر اساس قرارداد 25 ساله خب رفتن با مجبورن که با چین یه همچین قراردادی رو ببندن، یا اینکه مثلا میگن که به خاطر اینکه چون نمیتونن پولشون رو از چین دریافت کنن مجبورن که به خاطر اون بحث تهاتر برای زنده کردن بخشی از پول، خب 2 میلیارد که رقم کمی نیست. اما از یک طرف دیگه خیلی از کارشناسا میگن این چین هست که وارد بازارهای جدید، خب بازار چین، بازار مسکن چین با بحران سنگینی مواجه است و خب ورشکستگی شرکت های گرانت اینا رو مثلا ما شنیدیم. چین دنبال بازار جدید و مشارکت های جدید در کشورهای مختلف است و همونجور که عرض کردم 2 میلیارد رقم پایینی نیست. خب این 2 میلیارد در کشورهای دیگه هم جمع بشه برای چینی که در بازار مسکن بحران داره، به این دلیل وارد فضای اقتصادی ایران میشه. و اینکه چرا تهاتر؟ این سوال خیلی خاصی است که جواب دادن بهش باید برگردیم به فساد سیستماتیک، فسادی که در داخل جمهوری اسلامی ایران است و از آنها، از کسانی که به زعم خود ادبیات جمهوری اسلامی است کاسبان تحریم هست. این فسادی که همیشه در اقتصاد ایران، در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وجود داشته، این تهاتر رو پررنگتر میکنه. اتفاقا می‌خواستم همین سوال بپرسم. اگر نگاه کنین در سابقه جمهوری اسلامی تهاتر نفت با نیروی انتظامی اتفاق افتاد، با سازمان‌های مختلف اتفاق افتاد، تو هر مورد این کارو کردن آخرش به فساد رسید، آخرش به یک رانت عجیب و غریب رسید، به اختلاس رسید. چطور باز جمهوری اسلامی باز از همین روش داره استفاده می‌کنه؟
بله عرض می‌کردم این نفوذ اون افرادی است که به حالا به میگم اصطلاح ادبیات جمهوری اسلامی به کاسبان تحریم معروفن. من چند وقت پیش من از روزنامه اعتماد یک نماینده مجلسی این مصاحبه رو به صراحت اعلام کرد که یک سری دلال‌ها در وزارت نفت هستن که به وزارت نفت وزارت نفت رو می‌فروشن با قیمت ارزان‌تر و همونجا همون دلال‌ها به برخی از شرکت‌های واردکننده ایرانی یا تاجران میگن که مثلا ایشون مثال گوشت رو میزنه، میگه من گوشت برای شما وارد میکنم در مثلا برزیل 8 دلاره، من تو ایران 12 دلار بهتون تحویل میدم. خود اگه فرض بگیریم اگه دولت ها با هم دیگه اگه این تجارت رو انجام میدادن 8 دلار مثلا وارد تهران میشد، اما این دلالا میگن ما 12 دلار تحویل میدیم و فروشنده و تاجری که باز هم به سیستم وصل است میخواد بفروشه چیز حدود 16 دلار میفروشه. یعنی ما دو برابر همینجا داریم میبینیم که قیمت افزایش پیدا کرده و به جیب دلالان رفته و جیب کسانی که همون اصطلاح کاسبان تحریم. این نفوذی که این فاسدان و این افرادی که دلال ها واسطه هر چیز اسمش و اتفاقا همه اینا نزدیکان به حکومت هستن، نزدیکان به حالا مراجع، برخی مراجع یا فرماندهان سپاه یا نظامیان نیروی امنیتی، اینا افراد غریبه از سیستم نیستن، اینا در درون سیستم هستن و در درون سیستم این مجوزهای مختلف بهشون داده میشه. و آقای رمزیانی ببخشید من شما رو قطع میکنم، سال هاست که ایران ادعا میکنه مثل قرارگاه خاتم وجود داره که سد میسازه، بعد تو عراق و سوریه و کشورهای مختلف میرن ساختمون سازی میکنن، بعد معاون شهرسازی شهرداری تهران برگشته گفته ما نمیتونیم و توانایی این رو نداریم که به صورت انبوه مسکن بسازیم. کدوم رو باید باور بکنیم؟ این تناقض قضیهش چیه؟ ببینید بله در گذشته، حالا در گذشته که میگم چند سال پیش که وضعیت بهتر بود و این شرایط بحرانی اقتصاد امروز رو نداشتیم، این حالا شرکت های وابسته به نهادهای نظامی مثل همون قرارگاه خاتم و اینا پول از دولت میگرفتن و این کارا رو انجام میدادن، اما الان دیگه دولت چیز در خزانه نداره. ما از سال 97 به این ور چیز حدود 76,000 پروژه نیمه تمام داریم و من یادمه که سال 98 فکر کنم بود آقای نوبخت که از سازمان برنامه بودجه گفته بود، ما اون موقع گفته ما 500,000 میلیارد تومان پول نیاز داریم تا بتونیم این پروژه ها رو تکمیل کنیم. یعنی خب این همینجور اضافه شده و همین چند ماه پیش بود که یکی از نماینده مجلس گفت ما 7,000 پروژه ناقص داریم. یعنی چی؟ یعنی این پروژه ها چون نیمه کار بودن و دستی بهشون نزدن، این خود اون بیسی که نیمه کار بوده دیگه فرسوده شده و نمیتونن برن تکمیلش کنن. یعنی چیزی حدود 7,000 پروژه اینجوری از بین رفته که رقم بسیار بالایی، چیزی حدود 2,300,000 میلیارد تومان از بین رفته به خاطر اینکه اینا پولی ندارن برای این پروژه رو انجام بدن. آره اینا الان دیگه در وضعیت بسیار بحرانی مالی، شما در بودجه ها همیشه سالهای قبل بودجه عمرانی بسیار رقم بالایی بود، الان به حداقل رسید، چیزی حدود از تولید ناخالص ملی از 20% رسیده به 5%. یعنی شما میبینید که روز به روز این وضعیت پولی مالی و حتی تکنولوژی در این وضعیت داره فرسوده تر میشه. شرکت های همون خاتم الانبیایی که مثلا تهران شمال از پس در برنامه آخرش داد به چین، یعنی شما میبینید روز به روز این وضعیت تحریم و وضعیت بحران های اقتصادی همه اینا تمام صنایع از جمله صنعت ساختمان سازی رو به فرسایش، فرسودگی و نابودی داره میبره، ولی متاسفانه دلشون برای این قضیه نمیسوزه. خب ما حدود یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اسفند سال 1402 گفتش که قیمت تمام شده مسکن هایی که قرار چینی ها بسازن چیزی حدود 300 دلار برای هر متر مربع است. فرض بذاریم دلار 55,000 تومانه که الان بالاتر هم هست، حالا ما با همون 55,000 تومان اگر قیمت رو در نظر بگیریم هر متر مربع میشه 16,500,000 تومان. اگر دلار تازه دستخوش تلاطم نشه چطور اینا ادعا میکنن که متری 8.5 میلیون تا 10 میلیون میخوان بفروشن و بعد اصلا چطور به صرفه هستش که همچین کاری انجام بدن؟ بله یک دقیقه خیلی کم برای توضیح دادن. من بحران این قضیه رو بگم که عمق فاجعه کجاست که همین آقایشون بهمن پارسال گفته بود که ما قرار زمین بدیم به چینیا، حتی ایشون اسم تر رو گذاشته بود تر کلید به کلید، یعنی گفته بود که ما اگه پول نداریم یا اگه مشکل داریم به چین در مناطقی از تهران زمین میدیم، که آدم رو یاد اون تله های چینی میندازه که در کشورهای مثلا وام میده و اون دولت ها پس اون وام ها برنمیان، میره جزایر رو نمیدونم یه سری از سرزمین هاشون اشغال میکنه، 99 ساله 100 ساله در اختیار خودش قرار میگیره. این موضوع خیلی بوله. بعد از این طرف هم ایشون میگن که ما
من حتی با یکی از کارشناسایی که توی شهرداری تهران بود صحبت میکردم، صحبت متری 4.5 میلیون تومان بود به چینی ها. همه اینا اتفاقا نگران کننده است. چرا؟ مثلا به امارات چین داره هر پروژه رو متری 900 دلار داره تحویل میده، ولی به ایران چرا باید 4.5 میلیون تومان، یعنی کمتر از 100 دلار، چرا باید؟ این همه نشانه یک تله است. اولا اون طرف تهاتر هست، یعنی اینا دارن نفت ارزونو گرفتن به جاش این کارو دارن میکنن. آره، هزار تا کار دیگه تو قضیه نفت داره اتفاق میفته. از این ورم بحث کلید به کلید که خود همین آقای اگه اشتباه نکنه اسمشون رو یادم رفت، در بهمن پارسال گفته بود که ما کلید به کلید میکنیم. یعنی همه اینها نشان از یک ضعف، یک فساد، یک اسمش همون بذاریم تله چینی هست که اتفاقا بیشتر آدمو نگران میکنه وقتی بحث از این قیمت ها میشه. سپاسگزارم از شما، علی رمضانیان، روزنامه‌نگار اقتصادی از هامبورگ آلمان.